من باز آدم باز اون در رو ببنده، یکیش دیدار با توه برای من، من باید ببینم مثلا نه موضوع دوستیه نه موضوع رابطه است نه هیچ چیز دیگه، ولی باید یک دیداری حالا هر چقدر چند دقیقه با هم داشته باشیم به عنوان دو تا آدم دو تا انسان. اینو بارها از من خواستین، من نمیتونم، واقعا نمیتونم. شرمنده. آخه چرا؟ مگه یه دیدار چه اشکالی داره؟ نمیخوام اصلا قرار نیست اتفاقی بیفته بعد. مگه من میگم قرار اتفاقی بیفته؟ من تایم آزاد ندارم که بخوام همینجوری الکی صرف این اون بکنم. من این اونم؟ بله. یعنی چی؟ یعنی همین که گفتم دقیقا همینیه که دارم بهتون میگم. چه درد برخورد اصلا این اون چیه؟ بزار انسانی داریم با هم صحبت میکنم، این اون چیه؟ شما هر سری با خطای مختلف من زنگ میزنی، من نمیدونم چه داستانیه. این خط سیو نبوده اصلا. شما سیوش نکردید برای خیلی وقت پیش. خب الان من واقعا نمیتونم، حوصله داستانم ندارم، میشه قطع کنی؟ اصلا موضوع داستان نیست. اصلا وقتی که من دارم با شما با احترام صحبت میکنم یعنی چی؟ با این و اون یعنی چی؟ اگر من با دوست شما حرفی زدم که خیلی محبت بزرگی هم بپردش کردم و بعدش یه جوابی نیدم، نه این کسا ربطی، نه من اون موقع با شما ارتباطی داشتم نه چیزی به من ربطی نداره. میدونم اصلا چیزی نیست که شما میگید این و اون. من به عنوان یک بزرگتر، به عنوان یک آدمی که شاید از شما بزرگتر باشه، گفتم یه چند دقیقه ببینم تو راجب اصلا یک مسئله دیگه با شما صحبت. منم گفتم نمیتونم. آدم باید احترام بذاره وقتی یک صحبتی داره انجام میشه. خب الان با احترام میگم نمیتونم. حتما یه کار مهمی هست که من چندین وقتی که میگم. اگر مهم بود همینجا میگفتین، نه اینکه بخوام. نمیتونم توی پشت تلفن بگم. منم نمیتونم. یک جای عمومی مگه چه مسئله ای میخواد به وجود بیاره؟ آخه من میگم مسئله قراره به وجود بیاره. من میگم نمیتونم. من همینجا باشه، همینجا. اشکال نداره. من نمیتونم کاملشو بگم، ولی خلاصه کلام اینه. که من در مورد خب این چند وقتی که گذشت، اون موقعی که دانشجو من بود یا هر اتفاقاتی که افتاد، میگم چون من عادت دارم از لحاظ چیز درای بازم رو میبندم، یکی از این درها همیشه به فکرش تو بودی که برای من بوده. نمیدونم، من همیشه چون شاید دختر شهری بودی، شاید از همه شیطون تر بودی، همه اون کسایی که حالا تو اون موقع ابراز علاقه میکردن یا هر چیز دیگه، ولی من این دیدی که داشتم همیشه دید جالبی نبود نسبت به تو و روی کسی که واقعا فکرش رو نمی کردم که همچین داستانی رو، یعنی همیشه فکر می کردم همه چی از جانب تو بلند میشه توی اون دو سالی که حالا دانشجوی من بودی، ولی بعدها متوجه شدم که واقعا آدم درستی بودی و من اینو میخواستم بهت اعتراف بکنم. خیلی دوست داشتم که حضوراً این اعتراف رو بکنم برات و واقعا این رو از جانب این نمیگم، ممکنم دیگه ما توی زندگی همدیگه رو نبینیم یا هر اتفاق دیگه ای بیفته یا ببینیم، دنیا خیلی کوچیک‌تر از این حرف هست، ولی واقعا از این لحاظ به تبریک میگم که شاید خیلی از جاها من بخوام این اعتراف رو بکنم که در شناختم نسبت به یکی مثل تو اشتباه کردم، به خاطری که تو آدمی بودی که راز نگهدار بودی، آدم درستی بودی و آدمی بودی که اصیل بودی و اصالت داشتی و من از این بابت ازت تشکر میکنم و اعتراف میکنم که هنوز که هنوزه بعد از اینکه سالها من تجربه دارم و داره از عمر من میگذره. الو صدای منو داری؟ بله. سالها داره از عمر من داره میگذره ولی باز هم ممکنه آدم استثناءاتی از هر صد مورد یک مورد رو اشتباه بکنه توی زندگیش و هیچ وقت آدم کامل نمیشه، حتی تا 70-80 سالگیش. یکی از اشتباه تو بودی که تو همیشه واقعا رو حرف بودی، مسلط بودی، اوکی بودی، ولی خیلی از کسای دیگه که قیافه مظلومی داشتن و اصلا به ظاهرشون نمیخورد ولی باطن درستی نداشتن، ولی تو با اینکه ظاهر شیطونی داشتی ولی باطن درستی داشتی و این رو من بعد از این همه که 10 سال تدریس، ترمی 400 تا دانشجو دارم داشتم، ولی باز هم اشتباهاتی پوزشم داره. خواستم این حرف رو بزنم، میگم با حقوق ماهانه 20 میلیون تومان، ولی میخواستم این اعتراف رو در مورد تو بکنم. این کل صحبتایی بود که من میخواستم توی خلاصه. دست شما درد نکنه، لطف دارین. ممنون. بهت تبریک میگم به خاطر این اخلاقی که داری، به خاطر این، در همین بعضی از چیزا ازت انتظار ندارم، بعضی از حرفا، بعضی از چیزا نمیخوام اون ذهنیت خراب بشه، چون تو آدم خوبی هستی، هر چقدرم بخوای بد باشی ولی خوبی، چون ذاتت خوبه، سرشتت خوبه، خوب بار اومدی
من این رو فهمیدم، خیلی وقت فهمیدم، میخواستم بهت بگم، برای همین ازت خواهش کردم که ببینم قدر خودت رو بدون، مواظب خودت باش. من خب دیگه انقریبه که دارم میرم خارج از کشور، ولی دوست داشتم قبلش، برای همین اینقدر اصرار داشتم ببینم که حتما تو رو ببینم، ولی برای آرزوی موفقیت میکنم. هر کاری هر چیزی داشتی، من درست چند تا هست ولی دو تا بیشتر نیست، از طریق واتساپ، از طریق پیام، هر کاری چیزی داشتی من حتما در خدمتت هستم. ممنون، مرسی. به خاطر تمام خوبی هایی که بودی و من توی اون سالها ندیدم، این همه سابقه با 30 سال سن، نزدیک 40 سال، باید از خودم توقع داشته باشم بابا آدم رو بشناسم دیگه. من فرق دارم با سنی مثل سن سوگل، با سن نمیدونم سن ایکس و ایگره آدم میده، ولی اینو همیشه بدون، این درس رو از من، درس آخر رو داشته باشه از من. تو هر سنی باشی، حتی اگه 70 سالش باشه، باز هم کامل نشدی و باز هم ممکن یه سری اشتباهات بکنی که بعداً به اشتباهات پی ببری. متوجه هستی من چی دارم بهت میگم؟ یکی هم همین بود در مورد تو، ازت خواهش میکنم قدر خودت رو بدون. بله حتما. با هر خار و خطی نپر، با هر کسی نباش، با هر کسی مراودت نکن، واقعا قدر خودت رو بدون. تو آینه خودت رو نگاه کن و قدر خودت رو بدون. ظاهر رو کاری ندارم، تو باطن قوی داری که تو دهه 70 خیلی کمه. ببخشید که باز من مزاحمت شدم. مدیونی اگر کاری داشته باشی، من نه روی تو نظری دارم، نه کاری دارم، نه رابطه، چون من نیستم که بخوام چیزی داشته باشم. میرم و برمیگردم، ولی اصلا دیگه به عنوان ثابت نیستم که بخوام تقاضایی. ولی اگر کاری داشتی، به حال من تو همه چاشنا دارم، هر کاری داشتی حتما به من بگو. من ممکنه در مورد دوست تو توقع بکنم، بگم من این کارو در حد 2 شب نخوابیدم براش سوالاشو جواب دادم، ولی در مورد تو نه، توقعی ندارم. اگه کاری کردم منتی رو سرت نمیذارم. هر کاری چیزی داشتی من در خدمتم. ممنون، مرسی، لطف دارین، متشکرم. قربون دارم. سلام مادر مخصوص برسون حتما و به یاد ما باش. حالا بعد میسازم عیدی، روز معلمی، یه چیزی آدم یه حال احوالی بپرسه، راهی دوری نمیره. این تنها انتظاریه که آدم میتونه داشته باشه. بله حتما. ان شاءالله که خوب و خوش باشی. سلامت باشی. همچنین خدا. کاری چیزی فعلا نداری؟ نه من. قربونه، زنده باشی، سلام.